نوین کتاب گویا با همکاری گروه هاکنیو تقدیم می کند اینفلوئنسر کیست و چگونه اینفلوئنسر شویم؟ مترجم مریم قریشی از مجموع مقالات وبسایت هاکنیو. گوینده کاوه یانقی اینفلوئنسر کیست و چگونه اینفلوئنسر شویم؟ اینفلوئنس در دیکشنری به قابلیت و ظرفیت تأثیر گذاشتن بر روی شخص یا اشخاص تعریف شده است پس قاعدتا اسم فائل آن یعنی اینفلوئنسر کسی است که میتواند بر روی دیگران تأثیر گذار باشد اما چه فردی و بر روی چه افرادی و آن هم چه تأثیری اینفلوئنسر کیست اگر اسم اینفلوئنسرها را شنیده باشید میدانید که این اسم با اینترنت و مخصوصا شبکه های اجتماعی گره خورده است. اینفلوئنسر را بیشتر در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، توییتر و غیره می بینید. پس به اینجا آنچه متوجه شدیم این بود که اینفلوئنسرها افرادی هستند که از طریق اینترنت و مخصوصا شبکه های اجتماعی بر روی دیگران تأثیر گذار هستند کسانی که افراد و صفحات مختلف را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند عموما با عنوان فالوور یا دنبال کننده شناخته می شوند این افراد روزانه با هدف یا بدون هدف به این پیج ها کانال ها و صفحات سر زده و از مطالب آنها استفاده می کنند. شخصی که مالک این پیچ های بزرگ با فالوور های زیاد است و این صفحات به نام آن ثبت شده است همان اینفلوئنسر است و گروهی که تحت تأثیر مطالب منتشر شده از این فرد تأثیر می پذیرند همان فالوورها ها هستند اما چگونه اینفلوئنسرها به وجود آمدند و هدفشان چیست؟ وقتی که فردی در شبکه های اجتماعی دهها هزار، صد ها هزار و حتی میلیون ها نفر مخاطب دارد گویی این افراد در مشت این فرد هستند چرا که ناخواسته به دلیل شهرت، جهت فکری و شاید مقبولیت عمومی از وی و مطالبی که منتشر می کند تأثیر می پذیرند. اگر از مباحث و اهداف سیاسی و اجتماعی کمی فاصله بگیریم اولین تاثیر مارکتینگ و تحت تاثیر قرار دادن این افراد در جهت خرید یک محصول یا خدمات است اما چگونه به عنوان مثال وقتی بازیگر سینما راک با حدود 140 میلیون فالوور اینستاگرامی در عکس های خود از لباسهای ورزشی با برند آندرارمور استفاده می کند ناخواسته این ذهنیت در شما ایجاد می شود که چون و یک ورزشکار حرفه است پس این برند باید برای خرید لباس های ورزشی در صدر لیست انتخاب هایتان قرار بگیرد یا مثلا وقتی وارن بافت به عنوان دومین ثروتمند جهان عکسی در یک مجله به همراه خواندن یک کتاب مدیریتی منتشر می کند ناخواسته شما به عنوان یک مدیر ترغیب می شوید که این کتاب را خریداری کنید البته گاهی هم کار خیلی ساده تر از این صحبت هاست چرا که دوست شما با رفتن به رستوران های مختلف و فیلم از خود در حال غذاها و بیان تجربیات خود صدها هزار نفر مخاطب جذب می کند این فرد با تحت تأثیر گذاشتن شما در انتخاب رستوران به همین راحتی به یک اینفلوئنسر تبدیل می شود با پیدایش بلاگ ها و بلاگر ها و فیلم های دیجیتال مثل گذشته با تبلیغات مواجه نمی شویم. به همین خاطر است که اینفلوئنسرها به مؤثرترین شکل تبلیغات تبدیل شدند. آنها فالوورهای وفادار، اعتبار و اعتماد جلب شده را در اختیار دارند که ابزار بسیار مؤثری در متقاعدسازی سازی مشتریان برای خرید یک محصول یا خدمات هستند کم کم شما کاربران در ذهن خود می توانید مرور کنید که از چه شخص یا اشخاصی در قالب شبکه های اجتماعی تأثیر پذیرفته اید و میدانید اینفلوئنسر های بزرگ چه کسانی هستند احتمالا آنها را در شبکه های اجتماعی فالو کرده اید و تعطیلات عجیب و غریب لباسهای عالی و سبک زندگی افسانهایی ایشان را تماشا کرده اید چه کسی است که نخواهد محل کارش خانه باشد و وسیله کارش همگوشی همراه و مهمتر اینکه درآمد متفاوتی داشته باشد اما چگونه می توانیم به یک اینفلوئنسر تبدیل شویم؟ جدای از این که به این کار علاقه دارید یا خیر اما به نظر می رسد کسی هم بدش نمی آید مدام به این رستوران و آن مغازه برود یا متنهای عاشقانه در اتاقش بخواند و از خود فیلم برداری کند و در نهایت با کسب درآمدهای متفاوت مشهور هم بشود البته از سوی دیگر اینفلوئنسر هایی هم هستند که با تأثیر مثبت و اشتراک دانش و تجربیات خود در راستای پیشرفت شخصی و اجتماعی مخاطبان گام برمیدارند و در مجموع مفید واقع می شوند در ادامه راهکارهایی برای تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر را با یکدیگر مرور می کنیم جایگاهتان را پیدا کنید خودکاری بردارید و خواسته ها و علاقه هایتان را فهرست کنید. حتما نباید خواسته هایتان در دست بندی های متعارف قرار داشته باشند. مانند سفر، آرایش و زیبایی، نشریه مقاله و غیره. به عنوان نمونه، کارینا گارسیا را در نظر بگیرید. او در ویدیویی داخل اسلایم بود. یک ماده سبز چسبناک حالا یک کانال محبوب یوتیوب با میلیون فالوور دارد که در آن به افراد آموزش میدهد چگونه برای خودشان این ماده را درست کنند حتی برند خودش را هم درست کرده است خواسته تان هر چه که هست دنبالش بروید یا امکان ندارد اهل تکنولوژی باشید و اسمی از لوئیس هینگستنلر را نشنیده باشید یا حداقل ویدیوهای وی را تماشا نکرده باشید آیا میدانید او چگونه توانسته است چهارده میلیون مخاطب در یوتیوب جذب کند کار وی باز کردن جعبه گوشی و گجت ها و اصطلاحا آن باکسینگ است به همین راحتی <applause> یک کار منحصر به فرد انجام دهید چند وبلاگ نویس ناموفق که درباره لایف استایل می نویسند وجود دارد. شاید در اطرافیانتان دوستی داشته باشید که این کار را امتحان کرده است. آنها به مود، غذا یا سفر علاقه داشتند اما نتوانستند فالوورهایی را جذب کنند و کارشان را ادامه دهند. چرا؟ چون کاری را کردند که همه می کنند. کاری متفاوت از کار رقیبانتان انجام دهید. شبکه اجتماعی خود را انتخاب کنید. احتمالا نمی توانید در همه شبکه های اجتماعی موفق عمل کنید هر یک را ارزیابی کنید و مهارت و کاری را که قرار است بر روی آن مانور دهید بررسی کنید کدام شبکه اجتماعی پتانسیل بیشتری برای کار شما دارند مثلا اگر هدفتان انتشار عکس یا فیلم است مطمئنا اینستاگرام یا پینترست گزینه خوبی خواهد بود یا اگر مرتبط با بیزنس است شاید بهتر باشد به سراغ لینکدین بروید یکی دو کانال را انتخاب کنید تا بر روی آنها متمرکز شوید و در آنها فعال باشید یک استراتژی رسانه اجتماعی ایجاد کنید محتوایتان را برنامه کنید فهرستی از محتواهایی که می خواهید برای سه ماه آینده تولید کنید تهیه کنید مشخص کنید چند وقت یک بار می خواهید پست بگذارید چه زمانی پست گذاشتن را شروع می کنید مخاطبانتان در چه ساعتی بیشتر شبکه های اجتماعی را چک می کنند محتوای متفاوت تولید کنید این همان جایی است که باید بیشترین زمانتان را صرفش کنید مطمئن شوید بهترین محتوایی که می توانید را تولید کرده اید این برند شماست از صرف هزینه هم نترسید اگر کسب و کاری را شروع کرده اید باید هزینه کنید اگر تصمیمتان در مورد آن جدی است باید تجهیزات خوبی برای آن بخرید تمام تلاشتان را بکنید تا با دیگران تمایز داشته باشید ثابت قدم باشید پادکست های مورد علاقه بسیاری از افراد هر هفته در یک روز و زمان مشخص بیرون می آیند محتواهای شما هم باید به همین شکل باشند باید دلیلی را برای دنبال کردن به مخاطبانتان بدهید اگر طبق یک برنامه ثابت محتوای جدید را تولید نمی کنید چرا باید شما را دنبال کنند؟ ترویج دهید شما این همه وقت را صرف تولید محتوا کرده اید اما اگر کسی آن را نبیند به چه درد می خورد؟ به یاد داشته باشید 20 درصد کار را تولید محتوا انجام می دهد و 80 درصد را ترویج دادن محتوا. سعی کنید محتوایتان قابلیت و پتانسیل اشتراک گذاری داشته باشد. همچنین خودتان دست به کار شوید و سعی کنید در پیج ها و کانال های خود افراد را ترغیب دیدن از شبکه های اجتماعی خود کنید. همکاری کنید. سریعترین و راحتترین راه برای رشد کردن این است که با اینفلوئنسر های بزرگتر از خودتان کار کنید. به یاد داشته باشید این کار بیشتر به نفع شماست تا اینفلوئنسر بزرگتر. پس باید کاری کنید تا انجام این کار برای او ارزشش را داشته باشد. برنامه ریزی کنید و ببینید چگونه با یک برنامه برد برد می توانید با دیگران همکاری کنید. به مخاطبانتان توجه کنید. در ابتدا که فالوئر های زیادی ندارید این کار آسان است به تمامی کامنت ها جواب دهید افرادی را که فالویتان می کنند فالو کنید فراموش نکنید حتی زمانی که تعداد مخاطبان زیاد نیست باید مدام بازخورد و فیدبک بگیرید بدانید که مخاطبانتان به چه تاپیک هایی بیشتر علاقه دارند و کدام یک باب میلشان نیست بدانید به عکس بیشتر علاقه دارند یا متن یا ویدیو داده ها را بررسی کنید. چه نوع اطلاعاتی تأثیر گذار هستند؟ مخاطبانتان چه کسانی هستند؟ به تجزیه و تحلیل ها نگاه کنید. اکثر شبکه های اجتماعی داده ها را در اختیار شما قرار می دهند. اما اگر این کار را نکردند می توانید خودتان به پست هایی که بیشترین لایک ها و کامنت ها را دریافت می کنند نگاهی بیاندازید. مخاطبانتان چه ویژگی هایی دارند؟ پیرند؟ یا جوان خانم ها هستند یا آقایان محتوایی تولید کنید که با شرایط و شخصیت آنها همخانی دارد در نهایت از مخاطبانتان بپرسید دوست دارند چه چیز را بیشتر ببینند آنها به شما خواهند گفت